درود و وقتتان بخیر بیننده های بسیار خوب تلویزیون آرزو، امید که خوب و صحتمند باشین و با یک آخر هفته دیگر رسیده باشین. من خالد بارکزای میزبان شما در این برنامه هستم و تشکر از اینکه همیشه همراه بودین و همگام بودین و این برنامه را تعقیب کردین و حمایت هایتون را همیشه با ما داشتین. مهمان امروزی ما یکی از کسانی هستند که بنوی مخالف حضور زنان و یا کار کردن زنان در ادارات دولتی و یا حکومتی و یا اجتماع هستند و دیدگاهشون بر این است که تأمین منافع و یا خورد و خوراک و پوشاک و موضوعات دیگر بر عهده زنها نیست، بلکه مسئولیت شوهران میتونه به بره. پیرامون همین موضوع با مهمان بسیار خوبمان جناب محترم آقای سید مخدوم عالم سعادت معین وزارت کار و امور اجتماعی بیشتر بحث میکنیم، گپ های بسیار خودمانه و دوستانه و رفیقانه میداشته باشیم و تمنای حضور شما را در این برنامه با خود دارم. مهمان برنامه را با خود میداشته باشیم و شما تا آخرین لحظه ما را همراه باشید. جناب معین سید خسته نباشید و تشکر از شما که بیننده هستین و حضور دارین. در ابتدای برنامه مهمان بسیار خوب ما را خدمت شما معرفی کردیم و خوشبختانه با ما هستن و امروز حضور دارن و صحبت‌های بسیار خوب و خودمانی و دوستانه کوشش میکنیم با ایشان در مورد زندگی شخصیشان، در مورد کاروبارشان، خاطرات خوب و تلخ و شیرینه که در چندین سال که فعالیت داشتن میداشته باشیم. در ابتدا کدام گفتنی اگر داشته باشین جناب معین صاحب بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد خوشحال هستیم که امروز برای مردم و ملت و برای شما و بیننده ها از زندگی شخصی و از کیفیت و چگونگی کار خود قربان شما میکن. شاید زیاد خسته شده باشین معین صاحب، همیشه گپ سیاسی، همیشه زد و بند و مسائل دیگه، امروز گفتیم کم متفاوت شاید بر شما یک تحول را بتونه به وجود بیارم. هم خوشحال هستم، تشکر از اینکه آمدین با شرایط مشکلاتی که وجود داشت دعوت ما را پذیرفتین. بین ابتدا جناب معین صاحب شروع میکنیم که وضعیت کاروبار در افغانستان چی رقم است به نظر شما؟ واقعا ملت افغانستان 44 سال جنگ پشت سر گذاشته، یک کشوری که تمام منابع اقتصادی و تمام ذهنیت و تمام آبادی و داراییش جنگ به یغما برده باشه، بعد از اختتام جنگ مشکلات خود داره. وضعیت کاری در افغانستان با وجود همه مشکلاتی که پشت سر گذاشته نسبت به اکثریت کشورهای همسایه الحمدلله خوب است. خب یعنی آمار بیکاری زیاد نیست از دید شما؟ مردم زیاد بیکار نشدن؟ بیکاری یک معضله منطقوی و جهانی است. بیکاری یک معضله تنها منتهی به افغانستان و منحصر به افغانستان نیست. کشورهای همسایه ما، اگر ما بنگلادیش میگیریم، هندوستان میگیریم، پاکستان میگیریم، کشورهای آسیایی نزدیک خود میگیریم، اینا همه با بیکاری دست و پنجه نرم میکنن. افغانستان هم یک از جمله کشورهایی است که واقعا بیکاری در این وجود داره، اما خوشحال به این هستیم که در برابر بیکاری های موجود ما امیدواری های خوبی را هم پیش رو داریم. خب یک نظری که مردم عام بیشتر دارن جناب معین صاحب که میگن با آمدن امارت اسلامی، حالا بیکاری بوده دیدشان ای است که از سالهای سال تا به امروز هم بوده، اما با آمدن امارت اسلامی بیکاری آمارش زیاد شده. حالا چه قسم مردم قناعت بتیم که اونا قانع بشن، قبول کنن که این گونه یک وضعیت نیست؟ اصلا بیکاری طبیعی است. تحول نظام گردشی و نظام تبدیلی مشکلات خود در عرصه همه بخش ها، چه در بخش کار، چه در بخش تجارت، چه در بخش های سیستمی اداروی تاثیر خود داره. اما او چیزی را که دنیا اعلان میکنه که افلک نفر در افغانستان بعد از آمدن امارت اسلامی بیکار شده، این یک رقم و یک حدی نادرست و قبول ناشدنی است. یعنی تو یک چیز نیست؟ نیست. خوب. چرا؟ بعضی کمپانی هایی بوده که اونا کارفرما با کارگر بر آمدن. خب مثلا کمپانی های امنیتی که آمدن، اونا بودن شبکات جاسوسی جهان، میخواستن در افغانستان کار کنن، به نفع کشورشان، به نفع مملکتشان کار کنه، نامش یک شرکت امنیتی، بنیادش یک شرکت جاسوسی و همه قسم به ده ها شرکتی که اونا هزارها هزارها نفر پلوی خود جذب کرده بودن، کارفرما با کارگر برآمد. کارفرما و کارگر اردویش رفت برآمد. بله، اما ای که ما بگوییم اینقدر نفر در فلانی شرکت کار میکرد و از کار بیکار شده، رقم بیکاری افغانستان اضافه شد، درست نیست. خب. زیرا اینا در افغانستان نماندن،
اینا کارگر و کارفرما هر دو برآمدن. خب اون مسئله جدا که حالا اینا بیرون شدن رفتن. آقای معین، شاید شما گاه رفته باشین به بازار شهر گشت و گذار کرده باشین، یک تعداد مردم بیکار هم میبینین که با کراچی ها در دستشان بیکار در یک جای شیشن و منتظر ازی هستن که کی پیدا میشه یک 50 یا 100 افغانی بر شما میتونه کار بکنه. این تصویر شما را ناراحت نمیکنه؟ بالکل ناراحت میکنم. من خودم به این فکر هستم که در افغانستان ما باید فرد بیکاری نداشته باشیم، ما باید شخصی سر چوک و بازار به خاطر کار نداشته باشیم. بله بله. ما باید دروازه مردم را دقل باب کنیم که برادر برات کار پیدا کردم فلانی جا برو. لحاظا این ما را حتما متاثر می سازد، حتما روح و روان ما را زیر شعای خود می گیره این موضوع. اما این موضوع به این معنا نیست که تمام ملت افغانستان بیکار است. رقم بیکاری با آمدن امارت اسلامی افغانستان اضافه شده، نظام اسلام تقریبا برمغان آورنده بیکاری است. این قابل پذیرش نیست. اما این که بیکاری یک معضله حکومت های منطقه است، یک معضله ملت افغانستان است، اینا ما قبول داریم. خب. اما به این معنا نه که زاده نظام اسلام است. با آمدن امارت اسلامی افغانستان بیکاری آمده، امارت اسلامی افغانستان به جای کاریابی بیکاری آورده، این خبر قبول نیست. آقای معین، حالا هم یک تعدادی که بیکار هستن و ماندن، چی پلان دارین برشان؟ شاید شما گفتین که ما هم راضی نیستیم که این وضعیت رو ببینیم، چی برنامه دارین که همین آمار هم کم بشه؟ اصلا چیزی که ما تقریبا همیشه به حواس خود میپرورانم نه، میخوایم به صحنه عمل پیاده کنم. همی است که مردم بیکار افغانستان برای کاریابیش امارت اسلامی افغانستان 100% خصوصا معینیت کار در وزارت کار و امور اجتماعی خود متعهد کرده. خب به امی مبنا شب و روز کوشش ما همی است که مردم بیکار به کار بیاریم، برای زمین سازی کنیم. یک چیزی را که ما میگم، عمری موجوده حکومت ما که تا به حال شروع کردیم، تا به حال این دو سال ما پوره نمیشه، اما در امی مدت کم چقدر که ما به غم ملت خود شریک دانستیم، چقدر که ما برای از بین بردن بیکاری کار کردیم، شاید حکومت اشغال شده قبلی در 20 سال گذشته نکرد. قربان تام، تشکر. سلام است. سلام، خوش آمدید. تشکر از زحمت کشیدی و تشکر از اینکه از مهمان ما پذیرایی میکنید. خوش آمدید. بسیار زحمت میکشید. دیگه چای بسیار مزه‌دار و خوشتم جناب معین صاحب. ای شیرینی را اگر کدام معلومات داده بکی بر ما مردم گفتنی یکی از همون شیرینی های ترکی، بغلاوه ترکی خالص اسپیشل میکسش است که طعم چهارمغز پسته است و چای هم که معمولا چای ترکی سیاه می باشه. چای ترکی است؟ چای ترکی بله، خالص ترکی. چای وطنی ما نیست؟ نه، چای ترکی. چه تفاوت داره بین چای ترکی و چای وطنی که وجود داره؟ تفاوتش زیاد است دیگه. ما از زیاد فرق میکنه. ما شما دارین، اما این فرق میکنه. خب کدام گفتنی دیگه اگه داشته باشید؟ خوش آمده. بسیار تشکر. لطف کردین. بفرمایید جناب معین صاحب، من گلاس شما رو نزدیک کنم برتون. دیگه بغلاوه نوشجان کردین تا معین صاحب؟ بله. بفرمایید خیر. نوشجان کنین، استفاده کنین. دیگه این مزه بغلاوه ترکی رو یک دفعه بچشیم. چای هم ترکی است، بغلاوه هم ترکی است. سلامت باشین. قربان شما. پرکشش است ماشاءالله. سلامت باشین. بفرمایید نوشجان کنین جناب معین صاحب. آقای معین، یک گپی که بسیار زیاد از شما در صفحات اجتماعی نشر شد و بیشتر همی گپتان هم موافقای خود را به نوحه داشت و هم مخالفای خود را به نوحه داشت، شما در یکی از مصاحبه‌ها و صحبت‌هایتان گفته بودین که زن مسئولیت آوردن نان را در خانه نداره و تمام مصارف خرج و خوراک و مسائل دیگه به عهده شوهر است. این مورد چی گفتنی دارین؟ اصلا تمدن زاده اسلام است. بله. پیش از اسلام جهان به تمدن و مدنیت نمیفهمیدن. پیش از اسلام جهان به جای این که به زن به صفت یک انسان ببینن، زن را زنده به گور میکردن. زن را در ایام مریضی ماهوارش با کاسه ای که او نان میخورد، نان نمیخوردن. خارج به یک کیلومتر و دو کیلومتر از خانه و فامیل و قصر و تعمیر خود دور نگاه میکنن. اسلام بود که برای زن حق داد، اسلام بود که برای زن به این اندازه یک شرافت قائل شد که ان نفقت و سکنا علی الزوج. اسلام تشریح کرد که زن نان آوری خانه نیست. خب نان آوری خانه شوهر است. خب اما یک گپ دیگه هم هست، میبخشین که من گپتون رو میگیرم. گوش میسید. و این هم اسلام تشریح کرد منزل، کرای منزل، ساخت منزل، آماده کردن جای بود و باش، این به عهده زوج است. خب
تدابی با عهده زوج است. حتی شیری که برای طفلک داده میشه این بر زن نیست، باید شوهر مرضیه بگیره، شیر دهنده دیگری بگیره. خب به این اندازه برای زن یک اهمیت خاص اسلام قائل شده. زن مادر من، زن مادر تو، زن خواهر من، زن خواهر تو، زن فامیل من، زن فامیل تو. جامعه اسلامی کدام حیثیت که برای زنها قائل شده، برای هیچ مذهب و ثقافت دیگری وجود. خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار یک سخنور خوب هستند، خیلی مقبول گپ میزنند آقای معین و ما مجذوب صحبت ها و گپ های شما شدیم. در کنار این مسئله که گفتین که حق و حقوق را تعیین شده و زن مسئولیت نداره که نان آب بیاره، اما باورمند نیستین آقای معین که شرایط اگر چیز دیگر باشه، به طور مثال حالا در چندین سال که در افغانستان زنها حضور داشتن و فعالیت داشتن، جنگ که وجود داشت زیادتر کسا شوهرهای خود از دست دادن، یعنی همو مرد خانه از دست دادن و هیچ مرد دیگر نیست که بر از اینا کار بکنه. اینا وقتی که کار نکنن، در محیط کار نرن، همی مخارج خود را چگونه بتونن پیدا بکنن؟ باش ببینید، ما از کار زن صحبت نکردیم، از حق زن صحبت کردیم. بله فیدا نرسید، حق زن بر شوهر ما برتان بیان کردیم. شرایط ایمنی حجابی زن اگر در عرصه کار مطابق شریعت غرای محمدی صلی الله علیه و سلم برابر شود، ما شریعت غرای محمدی و نظام اسلام مانع کار نیست. خب تا ما مثل که در تعلیم زنها همه قسم یک پروگرام است، اگر ما 100% مطمئن شویم که شرایط ایمنی شرعی یک زن در محل کار موجود است، خب یعنی میتونن کار کنن، مشکل ندارن، اما در صورتی که شرایط ایمنی و شرعی کار خب برای خانم ها وجود داشته باشه. خب بفرمایید جناب معین صاحب، استفاده کنیم. ما ادامه میتونم، چطور بوده مزه بغلاوی را چشیدین؟ خوشتان آمد. از شیرینیات چی را زیاد دوست دارین؟ نقل بادامی کمبار دوست دارم. خب متاسفانه که شکر است. خب شفا باشه، شکر هستین. خب به امید از اینکه تمام مریضای ما که مصاب به شکر هستن، بسیار یک چیز بد است، ناخوشایند هم نیست شکر، تداوی شن و شفا پیدا بکنن. ما در این قسمت اول یکم در مورد کارهای جناب معین صاحب وزارت صحبت میکنیم و بعد از او قسمت های دیگر که بعد از رفت و برگشت میایم کوشش میکنیم بحث های خودمانی و دوستانه تر و خوبتر داشته باشیم. شما گفتین زمانی که شرایط میسر بشه بر زنها میتونن کار بکنن و مشکل نداره. شما که معین امی وزارت هستین، تونستین شرایط در درون وزارت تامین بکنین به وجود بیارین؟ نه قدر بالاتر از یک سال زیاد است؟ سعی کنید سر 20 سال برای اینکه شرایط ایمنی طبقه زنها خانمها از بین برده شود. بله. تمام دنیا کار کردن. تمام دنیا در 20 سال کار کردن که خانمها عفتشان در نظر گرفته نشود، عزتشان در نظر گرفته نشود، در افغانستان یک کشور عنعنوی عنعناتشان در نظر گرفته نشود، حجابشان در نظر گرفته نشود، و سر تمام حقوق زن 20 سال دموکراسی تجاوز کرده، حقوق زن پامال کرده، ملت مسلمان ما را در بخش نسوان یک ذهنیت دیگری داده، گویا که حق زن این است که لوچ برایه، گویا که حق زن این است که در اداره بدون شرایط حجابی باید بیاید، حق زن این است که باید در انتخابات شرکت کنه، انتخاباتی که خودش هم مرجع اساسی اسلامی نداره. لذا با یک کشوری که 20 سال تمام دنیا کار کرده که حق زن پامال کنه، ما بخوایم که حق زن برابر کنیم، شرایط حجابش برابر کنیم، شرایط کارش برابر کنیم، یک سال آقای معین، یعنی تمام زن ها تو برشان دستور داد بفرمایید بگیرین که لچ بگردن و ازشان استفاده صورت بگیره، سوء استفاده شه، این وضعیت به همه گی صدق میکنه از دید شما؟ نه آنانی که محل استفاده قرار گرفتن، آنانی که صدف، اگر در بین ببینین، اگر گوهر در داخل صدف است، شما ببینین گوهر است، اگر از صدف برای او خوراک میهنگ است، او در قعر دریا جا میگیره، او موجود استفاده نادرست صورت میگیره. ما داریم خانم های بسیار شجاعی را، این ملت ما در تاریخ خود داره، ملاله ها داره، میوند ها داره، ما بزرگترین قربانی ها را هم در انقلاب موجودی که ما داشتیم تحت قیادت عالی قدر امیر المؤمنین غلام احمد عمر مجاهد رحمه الله، تحت قیادت امیر المؤمنین غلام اختر محمد منصور، تحت قیادت امیر موجود ما شیخ هبت الله اخوندزاده حفظه الله، ما بسیار زنهای شجاعی داشتیم که توانستن با قربانی جان و فرزندان اصیل خود این کشور آزاد. خب آقای معین،
شرایط ایمنی کار در برابر 20 سال شرایط زاده استعمار به یک سال و دو سال برابر نمیشه. نه در بخش تعلیم، نه در بخش کار، نه در بخش مدنیت افغانستان. لحاظا ما یک تحریکی یا یک اماراتی هدفیستیم. ما میدانیم بررسی میتانیم، کشور خود بررسی میتانیم، حکومت خود بررسی میتانیم. در شرایطی که ما با تمام دنیا دست و پنجه نرم میکنیم، شرایط ایمنی حجابی را برای ملت خود و یک سال دو سال بسیار مشکل است که بر ما خوانده. خب بسیار تشکر از صحبت های بسیار خوبتان. بفرمایید چای هم نوشی جان بکنین، یک وقفه کوتاه میگیریم جناب معین صاحب، دوباره خدمت شما برمیگردیم. ما در ترکش رستوران فامیلی منزل چهارم در قسمت گلخانه، یک فضای بسیار مقبول و زیبا هست و فراموشم نشد در ابتدا براتون ذکر بکنم که شما میتونین محافل رسمی و غیر رسمی تان را و همچنان محافل که مربوط بشه به محافل خوشی تان را میتونین در اینجا بیاین حضور داشته باشین و تدلیل بکنین، یک فضای بسیار خوب استفاده بکنین. وقفی کوتاه رو ببینین، دوباره خدمت شما برم. درود مجدد، تشکر از اینکه هستین و حضور دارین. مهمان بسیار خوب ما آقای مولوی مخدوم عبدالسلام سعادت معین وزارت کار و امور اجتماعی با ما هستن و صحبت‌ها رو با اینا ادامه میدیم. آقای معین، شما گفتین که صدها هزار عفیفه دخترای این ملت را غربی ها به یغما بردن و به تجاوز کشاندن. این شما نسبت به تمام ملت و دخترها و زنای افغانستان یک توهین نمیدانین؟ اصلا ما صدها هزار نگفتیم، ما به ده ها خانواده، به هزار ها خانواده ما ارقام داریم. نمیخوایم در مورد عزت و عفت ملت خود اضافه تر در این موضوع صحبت کنیم و ما شرم آور میدانیم چیزی که در 20 سال گذشته ایره ما باز تلویزیونی بسازیم، ایره باز برای ملت خود دوباره تکرار کنیم. حتی غیرت و همت ما، شجاعت ما و یکی که ما در برابر خانوم ها چقدر یک مفکوره بسیار درست داریم اجازه نمیتن. اما چیزی که گذشته از گفتن نیست، ما نمیتونیم سرش تبصره کنیم، اجازه نمیتن غیرت ما. چرا آل اون متجاوزین ما بزوری خونی خود، بزوری خونی خود، بزوری عشق خود، بزوری دعاهای نیمی شب خود این ما از ملت دور راندیم، انتقام فرد ملت گرفتیم و با جای یک حکومت زاده استعمار یک حکومت کلن اسلامی را جابجا کردیم. ولی چیزی که گذشته جز از اینکه عشق بریزیم و به دربار خدا نیاز ملت خدا بکنیم دیگر گفتنش ما به خود اجازه نمیدیم. من خیلی کوتاه بازم میخوایم کم صحبت بکنم، همین ده ها هزار و یا صد ها هزار هر رقمی که بود، امیر چه قسم تشخیص کردین آقای معین که همچی یک وضعیت شده؟ ما از ملت هستیم، از میان ملت برخواستیم. هر حرکتی که در این وطن میشد ما او را میدانستیم. پایگاه هایی که پایگاه های بزرگی همچو بگرام، پایگاه های بزرگی که در هلمند بود، پایگاه های بزرگی که در ولایات بود، ما به همه علم داشتیم، میدانستیم. دوستان ما بودن، مردم ما بودن، استخبارات ما کار میکردن، میدانستیم که در حق این ملت چی میشه. میدانستیم ما از ارک که شروع کنیم، از فضلی تا ای که برسانیم با آخرین چوچه استعمار، اینا دشمن نوامیس ملی ما بودن، اینا دشمن زنهای عفیفه این ملت بودن، اینا زاده استعمار برای دریدن حجاب ملت ما، برای دریدن عفت ملت ما آمده بودن. شما دیدین آیا بسیار بدتر از این یک واقعه واقعه دیگری میشه همچو فضلی؟ بدتر از این واقعه واقعه دیگری میشه همچو در ریاست ملی المپیک سابقه؟ بدتر از این واقعه میشه که 7800 دختر را میبردن شبانه به بگرام؟ آیا بدتر از این میشه که ما در تمام شهر کابل، حتی به شهر نو، به هزارها واقعات را ما دیدیم که دخترهای عفیفه ما مورد تجاوز قرار گرفته؟ ایمان ما اجازه نمیده. فکر ما همیست که شما هم دیگه باعث به این نشوید که ما اجازه فتر صحبت کنیم. پس متجاوز به حق زن، متجاوز به حق خانم، متجاوز به حق عفت و عزت خانم ها و زن های افغانستان، استعمار، چوچه ها و زاده های استعمار، آنانی که در رکاب استعمار آب نوشیدن و در رکاب استعمار دویدن، اونها بودن. همین چوچه های استعمار را که از اون نام میبرین، همین نامایی را که گفتین در ابتدا،
اگر از نزدیک ببینیش آقای موین، اما قدر درد دلم داری، اما قدر بغض آمز در گلونت، چی پیام داری برش؟ چی گفتنی داری؟ اما کسایی که همین چیز مرتب روبرو امرایشان روبروش داری؟ بس پیغام ما، پیغام ملت ما، پیغام خواهرهای بسیار مظلوم ما همی هست که اینا از خدا نترسیدن، اینا در برابر ملت ادای مسئولیت نه بلکه جنایت کردن. اینا گوش ببین، در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک حدیث بگویم که همین مجلس ما زیباتر شد و مجلس برادری است. یک کسی آمد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که یا رسول الله اجازه بده زنا کن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با او تشنج نکرد، او را شان گفت بچیم، همین کسی را که تو با او بخوای زنا بکنی برادر نداره؟ گفت داره. گفت اگر تو این کار بکنی برادرش خفه نمیشه؟ گفت بشه. گفت پدر نداره؟ گفت داره. اگر تو این کار بکنی پدرش خفه نمیشه؟ گفت خفه میشه. گفت این مادر نداره؟ داره. اگر این کار بکنی مادرش خفه نمیشه؟ گفت میشه. گفت امی کار اگر یک کسی بیایه با همشیره تو بکنه تو خفه نمیشه؟ اگر با مادری تو بکنه خفه نمیشه؟ این مرتبه یک مردی که اجازت میخواست به لرزه آمد، به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم توبه کشید و با عشق برآمد. اگر کسایی که زمینه عفت دریدن ملت ما را بر استعمار مهیا ساخته، اگر امی قسم یک کسی عفت مادرش بداره، عفت خواهرش بداره، عفت خانواده و فامیلش بداره، آیا او وجدان از او قبول میکنه؟ لذا ما او مردم وقتی که روبرو شویم بد وجدان ترین فرد جامعه دنیا میدانیم. خب انتظار دارین روبرو شوین یا نه؟ والا فکر نکنم، اگر شویم هم شاید، چون ما تمام مردم برای فعلا جنرالایی که صدها طالب شهید کرده عفو کردیم. ما از پهلوی ما بسیار جنرالای بزرگ استعمار هم گذشته رئیس، ولی ما به خاطر از اینکه ملت آرام بسازیم، نظام اسلام خوبایش برش نشان بدیم، اونا رو عفو کردیم. کمک به اثر خودمانی تر میسازیم. آقای موین، یک سوال بسیار کوتاه دیگه هم می داشته باشم. همین کسایی که در وزارت شما مقرر میکنین، همین معیار تقرر شما چی است؟ معیار تقرر ما معیار ثابت شده و اصلی است که 5 سال در امارت سابقه ما وزیر این وزارت بودم. ما در اوج اصل و اساس و قانون وزارت کار، قانون مامورین 37 مقرره مرتبط به کار، ما در اون وقت بررسی کردیم، ارزیابی کردیم، تصحیح کردیم، توشیح کردیم. لذا ما اوج اصول داریم، کسی که سند فراغت داشته باشه، از مکتب، از مدرسه، از لیسه، از پوهنتون ها، چی در داخل افغانستان، چی اسنادی که از خارج افغانستان دیپلمات های افغانستان در خارج تایید کرده باشه و در اینجا آمده وزارت خارجه تایید کرده باشه، اونا همه مورد اعتبار است. یک گفت دیگه آقای موین، که امی وزیرا و موینایی که فعلا وجود دارن بدور از شما که هستین، فکر میکنین بدون شک شما مطالعه کردین افراد شایسته هستند، کسایی هستند که بتونن به درد بخور وضعیت امروز مردم افغانستان باشن؟ اصلا وضعیت ها را مهار میسازه اخلاص ها، حقیقت بینی ها. ما مردمی را که امارت اسلامی افغانستان برای فلان توظیف کرده، فیصدی 97 از اینا مردم است که معیارهای درست اخلاص حقیقت بینی ها را داره. خب ما 5 سال سابق امارت اسلامی افغانستان حکومت کرده، خب به تمام تاریخ افغانستان همین قسم یک حکومت عاری از فساد، عاری از اقربا پروری، عاری از ظلم و بربریت در تمام افغانستان نگذشته. خیلی خوب، یعنی دیگه معیار شما بیشتر میتونم اون صداقت و حسن نیت باشه. ما براتون چای تونم تازه کنم؟ شما زحمت کشید نمیخوایم چای خوش اومد یا لطف کردین؟ بسیار خوب چای بود ماشاءالله. کم تلخ بود؟ بسیار خوب است. ما تلخ دوست دارم، برای چای تلخ بسیار خوب است. خوب است. آقای موین، من یک چند تصویر دارم بسیار کوتاه براتون نشون میتم و فقط نظر شما را، نظر شخصیتونه بسیار کوتاه می داشته باشم. هر نظری که داشتین میتونین بسیار کوتاه بر ما بیان بکنین. شما معین وزارت کار و امور اجتماعی هستین و بدون شک ما میخوایم بدونم که با دیدن از این تصویر، یک خانمی که حجابم دارم و یا همو برقه و یا چادری به اصطلاح هم پوشیدم، اما دست خود دراز کرده، در این مورد چی گفتنی داریم؟ گفتنی همی داریم که ما تصمیم خود گرفتیم، تمام گداهای افغانستان را برایش سرنوشت تعیین کردیم. کمیته ای را اول ما از پهلوی وزارت معارف میگذاشتم، طفله که برآمد تق تق کرد که کاکا یک نان بخر، ما اشک خود تا خانه خود گرفته نتانستم. برای از یک طرز العمل و طرح جمع‌آوری گداها را ما خودم شخصا کار کردیم.
بر شورای وزرا روان کردیم، از دوجه به مقام عالی قدر امیرالمومنین، عالی قدر امیرالمومنین حکم کردند که تمام گداهای افغانستان جمع شود. جمع شدن؟ نه جمع شود. هنوز نشده. حکم کردن. ما در کابل شروع کردیم، از 20,000 با بالا را ما جمع کردیم. جمع کردیم 20,000. هنوز آمار زیاد است. آمار زیاد است. با این 20,000 را که جمع کردیم، مستحقینی که واقعا گداگر بودند، اینا ما بسره میاشت جدا حکم دادیم، فی نفوس 2,000 افغانی برایشان تصویب کردیم. معانه؟ بله، گداهایی که حکم یعنی صحیح گدا نبودن، مستحق نبودن، اونا را تفکیک کردیم. کسی که قابل حرفه باشه، وزارت کار امور اجتماعی برایش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای 110 حرفه وجود داره، حکاکی، نجاری، خیاطی، همه را برش زمینه مهیا کردیم و برابر کردیم. ما همین عکسی که شما نشان دادین، مثل که شما می‌بینین برایش رنج می‌برین، ما رنج بردیم و عملا گام برداشتیم. تشکر از صحبت‌هایتون آقای موین. یک تصویر را من پیش خود دارم که یک تعداد بسیار زیاد، یک کتله بسیار کلانی است، خاصتاً جوانای افغانستان، چون افغانستان یک کشور جوان پرور است، متاسفانه میرن طرف مرز ایران و یا نیمروز و ایران به خاطر از اینکه کار پیدا بکنن و این وضعیت هنوز ادامه داره، از راه قاچاق و از راه خلاف عبور میکنن. در مورد این تصویر چی گفتنی داره؟ اصلا همچو تصویرها و همچو حرکات در زمانی وجودی حکومت قبل از امارت اسلامی افغانستان هم بوده. بله بله، ما در روز زمانه هم شاهد بودیم که افغانای بی سرنوشت و بی سرپناه ما در بحرها غرق می شدن، در کوه ها بین برف می مردن، شهید می شدن، در سر مرزها توسط مرزبانان به تیرباران می شدن، داخل بندیخانه ها کشته می شدن. اما شرایط طوری فرق می کنه که در روز زمان این موضوع را مردم بسیار زیاد هوا نمی دادن. برای ازی فکرت است تقریبا جهانی نمی ساختن، چون آن امارت اسلامی آمده جهانی ساخته میشه. ما این معضله ملت افغانستان را درک میکنیم. این رفتن مردم دو بخش داره. یکی مردمی است که اونا چون در 20 سال تحت سایه دموکراسی گذاره کردن، نظام ما، نظام امارت اسلامی افغانستان برایشان خوشایند نیست، میبرایند. بله. میبرایند، برای کار نی. بله. برای فقر و بیچارگی نی. نظام برشان خوشایند نیست. نظام برشان به این خاطر خوشایند نیست که اینا 20 سال تحت شعای دموکراسی زندگی کردن. اونا دموکراسی میخواهند، اونا آزادی میخواهند، آزادی خلاف شریعت، اونا لوچی میخواهند، برهنگی میخواهند، اوریانی میخواهند. یک تعدادی بسیار کمی که واقعا در افغانستان کار نیست. ما اینا میفهمیم، میدانیم، تصدیق میکنیم که به خاطر کار میمونه. یک تعداد کم از دید شما. آقای موین، ما هر صبح که طرف دفتر میرم یا ای که در شهر گشت و گذار میکنم، یک تعدادی از جوانا را میبینم که در سر چوک منتظر هستن تا ای که کی پیدا میشه اینا را میبره در موتر خود بالا میکنه تا در یک جای کار کنه. وقتی که یک نفرم پیدا میشه 20-30 نفر میده طرف موتر از او. این تصویرها را دیدین شما در این روزا در کابل یا نه؟ بله، ما هم روزانه مثل شما میبینیم، مثل شما درد داریم، رنج داریم و به خاطر می با همین بدن مریضی شب و روز کار میکنیم. همین حالی هم که من از خانه میبرامدم، از مهمانخانه، شاید یک 50 نفر در مهمانخانه من میبود. واحد کسی که دروازهش به هیچ کسی بسته نیست، الحمدلله ما هستیم، نه در وزارت، نه در خانه، نه در مهمانخانه، و برای رنج دور کردن رنج این مردم شب و روز کار میکنیم. و این رنج، رنج ملت ماست. آه و فریاد این مردم ما احساس داریم. در مبنای ادای مسئولیت خود، گامهای متین و درست را مطابق شریعت قرای محمدی به خاطر رفع مشکل برداشته ایم، می برداریم و تصمیم داریم. ممنون. با امید از اینکه مشکلات به خیر حل شوه و تلاش های شما هم نتیجه بخش بشه، این مشکلات حل شوه. روز سقوط را که صورت گرفت، آقای موین نمیفهم به یاد دارین ندارین، نمیفهم در کابل بودین در کجا بودین. ما دیدیم، به چشم خود دیدیم وضعیت را که تعداد زیادی از جوانان این رقم پشت تیاره های کشورهای خارجی میدویدن، حتی یک تعداد متاسفانه جان خود از دست دادن. این تصویر کمو زمان دیدین، آیا واقعا اش در چشمتان آمد وضعیت مردم دیدین یا نه؟ واقعیت است، ما شرایط موجود افغانستان با شرایط اروپا و آمریکا ما مقایسه نمیتونیم. یک کشوری که 44 سال بین آتش جنگ بسوزه با یک کشوری که 100 سال آرامش داشته فرق داره. لذا هر کس میخواد که آرامش ذهنی داشته باشه، آرامش ارتزاقی و خوراکی داشته باشه، معیشت و رفاه مرفه داشته باشه. لذا این مردم بدون از اینکه در نظر بگیره حیات خوده، حیات اطفال خوده، حیات
خانواده خود، عزت و آبرومندی خود پشت تیاره های خارجی ها به خاطر زندگی اونها که چه قسم زندگی داره به قسم زندگی داشته باشد ببینن. ببینید ما در یک طرف رنج ما به این که افغان ها باید به این حال نباشه، اما به دیگر طرف افسوس ما به این که یک افغان چرا این تو مفکوره را داشته باشه، این مفکوره را چرا داشته باشه. باید همه به پهلوی همه کشور مخروبه خود آباد کنیم. خیلی خوب، خیلی خوب. عکس آخر را برتون نشان میتم، میتونین چایم بگیرین تازه بکنین جناب موین صاحب. عکس آخر ما البته مربوط میشه به گروه استشهادیان امارات اسلامی. در مورد جوانا و این گروه چی گفتنی داریم؟ این جوانا جوانایی است که برای ملت ما و برای تمام ملت های مستعمره و تحت قید استعمار آزادی بخشیدند. اینا جوانایی است که با دادن خون خود عفت و عزت و آبرومندی کشور ما، ملت ما، زنها و مردهای این کشور را حفظ کردند. اینا جوانان است که در آینده هم آبرومندی ملت ما را حفظ میکنند، در برابر هر تجاوز جوابگوی، هر متجاوز مستعمری ظالمی که در یک کشور اراده نادرست داشته باشه جوابگوی شده. تشکر آقای موینی. یک سوال بسیار کوتاه مورد پرسان میکنم که مردم البته زیاد پرسان کردن، سوال کردن که امی گروه استشهادی مثلا اگر خدای نخواسته بازم تهدیدات بتونه به وجود بیاید یا مشکلات امنیتی چی رقم عمل میکنن؟ یعنی فعالیتشون چه قسم خواهد بود؟ فعالیتشون همون قسمی بود که ملت ما دیدن که در بطن و متن دشمن در آمدن، داخل بگرام در آمدن، داخل ارک در آمدن، داخل کتله های بزرگ نظامی در آمدن، بسطها جنرال های مادرن دنیا را به توسط خون خود مردار کردن و این ملت عزیز ما را آزاد ساختن. خب تشکر آقای موین. بفرمایین نوشو جان بکنین. یک وقفه میگیرم، اما پیش از اینکه ما وقفه بگیرم همکارای عزیز بسیار ما معذرت میخوام، یک سوال که چون یادم نره آقای موین گفتین که مردم زیاد میه پیشنان دید و بازدید میکنه، مثل سابق بار آمدن چپن انداختن برتان، دستای گل آوردن برتان که بگن موین ما آمده نو شده، یگان توفه موفه، یگان گپ سخن، یعنی حالا ما خودم شخصا چون یک نفری مردمی هستم، قطع نظر از همه بخشا و اطرافی که آدم در نظر بگیره، تا یک 2.5 300 چپن خوب به ما آوردن خب و دسته های گلش رو شاید به اتاقای خودی ما و در وزارت خودش من یک سانه دیدم همو دستای گل دم پشت چاکی میستان او چیزی بود که اینا چند مرتبه این دفتر خالی شده، چند مرتبه میمون خانه خالی شده. کسی که دوست دارای تان زیاد است، ملت با ماست. بسیار عالی. یعنی دوست دارای تان زیاد است منو که دو ملت با ماست. ما از عمق ملت برآمده ایم، بچه یه ملت هستیم، برای یه ملت کار میکنیم. طبیعی است با ما دسته گل میاره، چپنی وطنی میاندازه. شکر، سلامت باشین. وقفه کوتاه را بیننده باشین، خدمت شما دوباره برمیگردیم. فراموش نکنیم که در ترکیش فامیلی رستوران منزل 4 قسمت گلخانه است. تشکر از همراهیتان. در ترکیش فامیلی رستوران خدمت شما حضور داریم. آقای موین با ما هستن و با امید از اینکه شما هم حضور داشته باشین و باشین و بیننده باشین. آقای موین شما گفتین که ملت با شماست و مردم زیاده با شما هستن، شما را دوست دارن. یک سوالی که در ذهن ما اومد، از این مقامات پیشین کسایی که رفتن یا یک تعدادش که هنوز هم هست در افغانستان، کدام دوست رفیق دارین یا نه؟ نه هیچ کس نیست. هیچ کس. چطور نخواستین؟ اصلاً سب مردم های هدفی خب که اونا یک هدف داره و تقدس هدفی داره، هر او کسی که با هدفش دشمن باشه با او دوست نمیشه. همگی شما تو بوده؟ اکثریت قاطع بوده و با همگی ما صحبت به خاطر نمیتونیم که با هم رابطه نداشتیم. خب و همه مردمی را که ما در او جمله دیدیم و فهمیدیم و شناختیم، یعنی تقریباً حد اعظمیشان، یکی در قلبشان چیزی بوده باشه قلب خود ما نمیفهمیم، ظاهرا با هدف ما دشمنی داشتن، با تقدس هدف ما نظر نادرست داشتن، لحاظ ما با هیچ کسی نه دوستی داشتیم و نه دوستی را موجه میدانستیم. بعد از این هم نخواد داشتیم؟ بعد از این اگر اونا توبه کنن، تایب شوند، واقعا ما را به صفت مبارزین یک انقلاب اسلامی و برپا کننده یک حکومت اسلامی بدانند و به تقدس هدف ما اونا معتقد شوند، باز امکان داره که ما برشون وظیفت دوست ببینیم. خب حتما از اماراتی ها دوستا زیاد هست، الحمدلله. از مقامات بلند پایشان هم هستن. بهترین دوستان کی هست آقای موین؟
در زندگی شخصی و یا سیاسی؟ نه شخصیتان. در زندگی شخصی ما یک برادر دارم خودم به نام مختوم سبی عبدالخلیل خطر. خب دوست خوب ما. برادر شخصی برادر اصلی شماست. خب خب در امارات کار میکنن؟ نه خانه هستن. ما یک گپ تان شنیدم آقای موین، شما رفته بودین به سرپل امرای والی و مسئولین از اونجا بودین، بسیار قار بودین سرشان، گفتین که جناب والی صاحب یک تو دی چوکی که شیشتی یا نشستی حضور داری، وقت غرور کردن گذشته، حکومت ملک الطوایفی تمام شده و وقت از این گذشته که 11 بجه بسیار با کشافش و غرور بیای و 1 بجه پس از دفتر بیرون شه، اتو یک چیز شده بود که دیگه پار زدین یعنی؟ اصلا قصدی نمیشه، قصدی اصلا این چیز نمیشه در این نظام ما، اما از بی‌پروایی بعضی چیزا صورت میگیره. لحاظ ما غرض ما این نیست که صورت گرفته، غرض ما این است که صورت نگیره. ببینید ما بسیار با سخت‌ترین شرایط مبارزه کردیم، بهترین فرزندان و جوانای علما و حفاظ مجاهدین و ملت خود شهید دادیم. لحاظ ما به تمام مسئولین گفتیم این قلمی که رنگ داره رنگش خون شهید ماست، این کاغذ کفن شهید ماست، این چوکی کالبود شهید ماست. یک کسی اگر در دفتر این نظام کار میکنه خود باید مکمل به این وقف کنه که برای ملت خدمت میکنه. من نماینده شهدای خود هستم، نماینده نظام خود هستم، نماینده ملت مظلوم خود هستم، لحاظا باید خدمت بکنه، غرور تکبر نباشه، وقتی کارم را رعایت کنه. 8:30 سیونیم اگر دایی باید تخطی نباشه. یک سمینار هم برشان گرفته بودیم که این مسائل آگاهی پیدا کنند بگیرن. آقای موین اجازه است یکان سوال های شخصی داشته باشیم؟ باش خوب است که پیش اجازه بگیرم که سرمقار نشین، نصبانی نشین. نه بفرماشیم. آقای موین چند سال هستین؟ یک کم پینجا؟ 49 ساله. 49 ساله. یعنی در ظاهرتان اقام معلوم نمیشه که 50 ساله یا 49 ساله باشین. بله نام خدا جوان معلوم میشه. جوان هستی. بله هستی. ظاهرا جوان هستی. دوستای ما مگه ببینن شاید موافق باشه که همین اگه ما بخوایم تخمین بزنیم سن سال شما رو شاید از 40-41 ساله زیاد نباشین. راز جوانیتان چی بوده؟ راز جوانی ما همی است که ما در مورد دنیا چندان فکر زیاد نمیکنیم. فکر تشویش نمیکنید؟ اما متاسفانه مردم ماده آخر تشویشش خیلی زیاد شده. امرای غذا چطور هستین؟ حالا غذا ما از شرایطی که ما خودم به یاد دارم در خوراک غذا و در نوعیت غذاها خیلی زیاد دوست دارم که زیاد کوشش کنم 2-3 مرتبه روزانه تناول کنم و خوب غذا بخورم. غذای خوب خوش دارین، دوست دارین. در ترکیش هستیم، یک غذایی که زیاد خوش داشته باشیم و این صاحب علاقه داشته باشی که برتون ما برم بیارم چی بوده میتونه؟ و شاید خوب قابلی. خو منظم قابلی باشه که خوش داری. یک خمی قابلی سیم، قابلی منظمش چی رقم است؟ قابلی منظمی است که طبیع است، زردکش، کشمشش، نفهمیدی خسته و پستیش، گوشتش موزون باشه. این ما قابلی مناسب میگم یا قابلی درست. خب بسیار خوب. ما یگان وقت یادم میاد که ما هم قابلی خوردیم، قابلی به گوشت خوردیم، یگان در بیشتر وقت همین اتفاق افتاده. حالا یک تفاوت هست بین قابلی منظم و غیر منظم. خیمه میرم برتون نان میارم موین صاحب، شما همین چای بغلاوه رو بگیرین نوشجان کنین، ما میرم همون غذایی که شما دوست دارین برتون آماده میگنم، انشالله یک جای صرف میکنیم. صحیح سلامت باشین. ما میرم در قسمت بوفه ترکیش فامیلی که تازه هم ایجاد شده، غذای بسیار متنوع و بسیار لذیذ و بسیار خوب و مزه‌دار در اونجا است. میرم به موین صاحب غذایی را که دوست دارن، سبزی و قابلی برشان میارم، شما بیننده باشین و ما را همراهی بکنید. در قسمت بوفه هستیم و مهمان ما همو قسمه که خواسته بودن برشان قابلی و سبزی را همکار بسیار خوبم آسیب جان آماده کردن و شما را هم دعوت میکنم بیاین به ترکیش فامیلی رستورانت از قسمت بوفه و غذاهای بسیار لذیذی که در اینجا وجود داره و بسیار مدت کم هم میشه که ایجاد شده و یا ساخته شده، مهمانایتان را و خودتان را پذیرایی بکنید. بسیار تشکر آسیب عزیز، سلامت باشین. من این غذا را میبرم به مهمان ما و شما ادامه برنامه را بیننده باشید. حسن نباشین آقای مهم. جزاک الله خیر. رفتم زحمت کشیدید. خواهش میکنم، وظیفه ماستم. غذایی را که دوست دارین ما بر شما آوردم. دستان درد نکنه. قابلی همراه سبزی که گفته بودین و همچنین یک سوپ بسیار مزه دار. من این سوپش خیلی زیاد دوست دارم، خوشم میاد. دیگه میتونین که استفاده کنین آقای موین از این سوپم. خب بفرمایین آقای موینم،
پاشو خدمتتان. شما به خود نابودیم. خیر باز ما انشالله نوشجان میکنیم. شما بفرمایین که باش که پذیرایی کنیم از شما. دیگه مردم افغانستان در پذیرایی میمان نوازی همیشه زبان زده هم خاص بودن. ما هم گفتیم باش که همین پذیرایی خوبتر شد. جزاک الله. بگیرین یک دفعه از این قابلی نوشجان کنین ببینین که همون قابلی است که خوش دارین، دوست دارین، مورد علاقه تان است یعنی. دیگه شما میتونین که بیننده این برنامه باشین و شما یک سر سفره غذایتان هستین، یک غذای بسیار خوب و لذیذ و عالی رو براتون تمنا میکنم و نوش جان بکنین. برامون صاحب غذایشون آوردیم و ازشون اجازه گرفتیم که میتونیم یگان سوالای شخصی ازشون داشته باشیم یعنی. آقای موین، با بیشتر اعضای امارت اسلامی و یک تعداد کسایی که چی مقام های بلند پایه هستن یا پایین هستن مصاحبه کردیم، بیشترشون گفتن که دو بار حتی یا سه بار ازدواج کردن، عروسی کردن. شما چند دفعه ازدواج؟ ما یک ازدواج کردیم. خب علاقه ندارین دوم شه؟ نه، برای فعلا الحمدلله اولادای بسیار زیاد دارم، به تعلیم و تربیه ضرورت داره. چند تا اولاد دارین؟ شکر 10 اولاد دارم. نام خدا، نام خدا. از یک بار عروسی 10 اولاد دارین؟ نام خدا. من فکر کنم که بسیار شریک زندگیتون هم شاید دوست داشته باشین، علاقه مندی ندارین به این مسئله. دیگه بفرمایید نوشجان کنین. من یک چند سوال کوتاه دارم آقای موین از شما و بسیار کوتاه پاسخ شما را می داشته باشم. آقای موین، مقدار معاش را که می گیرین چقدر است؟ اصلا اصل معاش 91000 است و مالیه و سکوک و چیزا را که وضع می کنین 76300 روپیه می دهند. 76300 روپیه یک روال بود در حکومت سابق که در کنار از اینکه ماش میگرفتن یک خرچ دسترخان هم داشتن. شما دارین از اون؟ بله، ما خرچ دسترخان بسیار کمی داریم. خب تقریبا در پهلوی از این ما خرچ دسترخان داریم. بله. خب کم. آخرین کتابی که خواندین چی بود؟ آخرین کتابی که خواندیم در وقت خواندن بخاری شریف. بخاری شریف. بله. یک پیامی که اگه از داشته باشین بسیار کوتاه. پیامی که ما در ابتدای بخاری شریف خواندیم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میفرماید انما الاعمال بالنیات، هر عمل انسان دار و مدارش به نیت انسان تعلق داره. خب اگر نیت درست و زیبا در قبال عمل زیبا داشتی خداوند پاداش میده. خیلی خوب. ان شاء الله غذا خوش نان اومده است. بسیار ماشاءالله سوپ بسیار با مزه بوده، قابلی بسیار زیبا و خوب. آشپزی هم میکنی یگان دفعه مو این صاحب یانه؟ والا آشپزی در زمانی که طالب بودیم در مدرسه بودیم حتما ناشپزی هم میکردیم. چی زیاد پخته میکردیم؟ زیاد ما دو وقت همی قابلی رو پخته میکردیم. خب. شوق ما در مدرسه در قابلی زیاد بود. نمو قیمتی گوشت و مصرف و برنج هم قابلی رو میخوردیم دیگه. بله ها، کوشش میکردیم. بله خب. آقای موین، بدترین خاطره تان در امارت اسلامی چی بوده؟ بدترین خاطره در امارت اسلامی یا در زندگی؟ نه، از این زمانی که امارت اسلامی آمدین شما مجاهد شدین و تا امروز هستین، یک خاطری که بسیار بدترین خاطره فقط تجاوز متجاوزین سر نظام اسلام بود که از این که بدترین خاطره من در زندگی خود ندارم و چیزی که خلاف تمام اصول بین الملل و بین الدول، خلاف تمام حقوق بشر و خلاف تمام مذاهب دنیا صورت گرفته، تجاوز ننگین آمریکا و ائتلاف فروش بر نظام اسلامی افغانستان. شاید بیننده ما بگن که سوال میکنی از آقای موین امین نمیمونی که نان خودم بخوره. یک برتون بگم که بعد از یک برنامه خلاص شد، ما و موین صاحب قسم گفت نان نمیخوریم، ما و شما باز خوب صحیح نانم نوشجان میکنیم. سلا یا قلم؟ در وقت سلا سلا، وقت قلم قلم. فعلا کدام وقت است؟ فیلحال برای فعلا وقت هر دویش است، برای حفاظت این نظام سلا و برای ترقی ملت قلم. سلا در مقابل کیا؟ سلا در مقابل دشمنان نظام و اسلام. هستن هنوز هم دشمن های نظام؟ ما میدانیم که در دنیا دشمن های نظام وجود داره، دسایسی وجود داره، ما باید از سلا غافل نباشیم. خاطره ای که امشب از برتون باقی مانده بوده باشه با این برنامه ای که ما بودم همراهتان و همکارایم بودن چی خود چگونه؟ خاطره خوبی ما همیست که الحمدلله بسیار یک جوان زیبا، بسیار با یک الفاظ زیبا، واقعا رشته جورنالیزم یک رشته بسیار صفاست، جوانای زیبایی با فصاحت واقعا نطاق و نمایندگی از ذهن و از ملت خود میتانه. ما یکی خوشمایی برداشته کردم، دوم بسیار یک جای زیبا واقعا هتل ترکش، یک هتلی است که در بطن کابل جای داره. بله. در شهر نو. بله. و ما ای تو فکر نمیکردم این قسم یک هتلی بسیار مرفه و زیبا در کابل باشه. بله، یک پیام بسیار خوب هم است موین صاحب که تجارت بیان سرمایه گذاری بکنن، این رقم جایا رو به فامیلا مردم ایجاد بکنن و یک پیام بسیار یک تصویر خوبه بتن به مردم.
آقای معین، ما بسیار زود خوش شدم که شما آمدین، زحمت کشیدین و قدم رنجه فرمودین و مهمان ما شدین. ما هم خوش شدیم از اینکه شما میزبانی کردین، واقعا آواز ما را به ملت رساندین و ما توانستیم که از طعامه های بسیار لذیذی هتل ترکیش استفاده کنیم. سلامت باشین، شما میزبانی ما باشین و ما میمان شما. ما مزین لذت بردیم. سلامت باشین. تشکر. بسیار تشکر. شما غذایتون رو بفرمایید، نوشان بکنین و تشکر بسیار زیاد از شما بیننده های بسیار خوبه که تا بکنون بیننده بودین و حضور داشتین و تا آخر هفته همراهی کردین و مهمان آخر هفته ایمان را صحبت هایشون شنیدین. در اخیر برنامه بازم بر شما تاکید میکنم که این جایی که ما برنامه را خدمت شما نشر میکنیم، ترکیش فامیلی رستوران، مجید مال، شهر نو، منزل چهارم، قسمت گلخانه است. قسمت گلخانه جای بسیار مقبول و زیبا برای برگزاری مراسم شما، خوشی های شما، مراسم رسمی و غیر رسمی شما است. برنامه های بسیار کلان و بسیار خوبی که میتونین داشته باشین، میتونین دعوت مهمانان از این جرب پذیرا باشین. تا درود دیگر و مهمان دیگر و آخر هفته دیگر، شما را به عزت منان میسپاریم. خوشی ها به کام شما.